به نام الله متعال و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال الفو خوش آمدید. مسعود اندرابی تا رسیدن به صلح نیروهای امنیتی به نبرد ادامه میدهند. لطفاً تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. مسعود اندرابی میافزاید که نبردهای نیروهای امنیتی افغان در هماهنگی با نیروهای خارجی به پیش برده خواهند شد. سرپرست وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی تا رسیدن به توافق صلح نبردهایشان را ادامه میدهند. مسعود اندرابی میافزاید که نبردهای نیروهای امنیتی افغان در هماهنگی با نیروهای خارجی به پیش برده خواهند شد. او که دیروز یکشنبه 11 حمل در نشست هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغانستان و ماموریت پشتیبانی قاطع سخن میزد افزود: تا رسیدن به صلح صلح وجود ندارد. نیروهای ما این توانایی را دارند که برای دفاع از تمامیت ارضی از کشور دفاع کنند. آقای اندرابی در حالی که بر توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان تاکید می‌ورزد که دو روز پیش طالبان ولسوالی ارغنچخوا در بدخشان را سقوط دادند و نیز نیروهای امنیتی را در ولایت غزنی آماج قرار دادند. در این دو رویداد که در یک روز رخ دادند در حدود بیش از 20 سرباز جان باختند و بیش از 10 تن دیگرشان زخم برداشتند. در همین حال وزارت دفاع ملی میگوید که ولسوالی ارغنچخوا سقوط نکرده است، در حالی که وزارت امور داخله این خبر را تایید کرده است. زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید نیروهای ما چند پسته امنیت را ترک کرده و ولسوالی سقوط نکرده است. همگنون جنگ جریان دارد. وزارت دفاع ملی افغانستان گزارش ها در باره افزایش تلفات نیروهای امنیتی را نیز یک آوازه می داند. ما نمی گوییم که نیروهای ما تلفات ندارد، اما نه به اندازه ای که رسانه های غیر مسئول و رسانه های اجتماعی پخش می کنند. پیش از این اعضای شورای ولایتی هلمند، غزنی، بدخشان و بادغیز از تلفات نیروهای امنیتی در هفته های اخیر ابراز نگرانی کرده بود. تشکر از توجهتان. خداوند یار و مددگارتان.